باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه روز سیاست خارجی ایالات متحده را تبیین کرد آقای اوباما با بیان اینکه هنوز راه زیادی تا رسیدن به یک توافق جامع بر سر برنامه هسته ایران باقی است اما تاکید کرد که شانس زیادی برای پایان این بحران وجود دارد وی همچنین از اختصاص 5 میلیارد دلار برای مبارزه با تروریسم خبر داد آقای اوباما آموزش نیروهای امنیتی یمن برای مقابله با القاعده حمایت از نیروهای چند ملیتی برای حفظ صلح در سومالی همکاری با اروپا برای آموزش نیروهای امنیتی در لیبی و نیز کمک به فرانسه جهت انجام عملیات در مالی را از جمله مهمترین اهداف ایالات متحده برای مقابله با تروریسم اعلام کرد آقای اوباما وضعیت سیاسی میان اوکراین و روسیه را به دوران قدرت نمای شوروی در شرق اروپا تشبیه کرد و گفت اما جنگ سر تمام شده این هفته میلیون ها نفر از مردم اوکراین رأی دادند من دیروز با رئیس جمهور آینده اوکراین صحبت کردم نمیدانیم شرایط به چه سو پیش خواهد رفت اما چالش های زیادی پیش روست